گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه که در اختیار داریم در باره مهمترین مسئله رو صحبت خواهیم کرد. در تاجیکستان از انتخابات گذشته پارلمانی نتیجه گیری می کنند. کارشناسان کوشش دارند غالبیت یک حزب و شکست دیگری را معنی داد کنند. یکی چنین نتیجه انتخابات را طبیعی ارزیابی می کنند و دیگری از ناشفافیت و تقلب کاری حرف می زنند. همکس با من گلین فزخودینوف با کارشناسان اطراف این مسئله صحبتی داشت که پیشکش شما می گردانیم. حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی گذشته پیروز شد. طبق اطلاعی کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی، حزب خلق دموکراتی بیشتر از 65% آروی مردم را به دست آورد. در پالاته پایانی پارلمانی تاجیکستان هم اکنون اگراری ها نیز با به دست آوردن بیشتر از 11% آرو می توانند فراکسیا تاسیس بدهند که در این باره رهبر حزب اگراری رستم لطیپوف اعلان داشت. تو что достигли таких результатов, наверное, очень хорошо работали. چگونه توانستیم این نتیجه ها را به دست آوریم؟ احتمالاً خوب کار کردیم. ما امید داشتیم که زیادتر یعنی تا 20% آواسا را صاحب شویم. با وجود نتیجه انتخابات را می پذیریم. طبق نتیجه های اخیر اکنون از حزب ما 5 نفر خواهند بود. ما فراکسیا تشکیل می دهیم. سری مسئله ای که برای انتخاب کننده های خود وعده دادیم، یعنی استوار کردن قانونگذاری کشور در بخش اگراری کار خواهیم کرد. وضع اجتماعی ما خیلی کلان است. 74% اهالی دهات نشینند. آنها مشکلات زیادی دارند که باید حل شوند. много проблем, которые требуют решения. از فهرست عمومی حزب اگراری تاجیکستان به پارلمان 3 نفر و از حوزه یک مندات 2 نفر دیگر ورود مجلس نمایندگان شدند. همچنین به پالاته پایانی کشور 2 نفر از حزب اصلاحات اقتصادی و 1 نفر از سوسیالیست ها شامل شدند. 2 حزب عمده مخالف دیگر که تا این زمان در پارلمان نماینده داشتند، کمونیست ها و نهضت اسلامی 105% را نگذشته صاحب کرسی در پارلمان نشدند. اکثر کارشناسان چنین نتیجه گیری شدنی پارلمان را سنسات نامیدند. دیرکتر بنیادی اورو اوسیو مرکزی تاجیکستان سیاستشناس نتیجه کنونی انتخاباتی را طبیعی مینامد. Конечно, если мы будем говорить о предвыборной кампании в целом, البته اگر ما در مورد مرکه پیش از انتخاباتی صحبت کنیم، اینجا میتوان گفت که نه همه حزب ها دسترسی پورا به شبکه های تلویزیونی و مطبوعات داشتند. یعنی مشکلات جای داشت. اما فکر میکنم این نتیجه انتخابات را نمیتوان با بحث کشید. علاوتاً از اهالی منطقه های تاجیکستان بسیار چیز وابسته است. اگر برای مثال درباره اهالی دهات که بعضن یک چند قشلاق را در بر میگیرد حرف زنیم، اینجا از فرض که این جامعه دهات را اداره میکند، بسیار چیز وابستگی دارد. اگر او خواهش داشته باشد که احزاب مخالف با انتخاب کننده های خود واخوری دایر گردانند، این کار را میکنند. اگر چنین میلی نداشته باشد، پس کاری نمیکند. در همین نکته حزب حاکم برتریت خاصی داشت، زیرا انقریب تمام رهبران جماعت ها نمایندگان این حزب حاکمند. از این رو فکر میکنم نتیجه انتخابات و خود روند برگزاری انتخابات را نمیشود زیر شبهه گذاریم. در عموم خود نتیجه انتخابات طبیعی است و آن وضعی را که پیش از انتخابات حکم فرما بود کوشنسون در فکری اونند که چرا حزب کمونیستی یکی از احزاب کهنه در پارلمان تاجیکستان مغلوب شد. این حزب انقریب 100 ساله اخیر در پارلمان حضور داشت. این مغلوبیت موقتی است و یا انتخابات گذشته آغاز خاموش گشتن حزب سیاسی یک زمان پرقدرت در کشور است؟ موین اولی دیرکتور مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف‌الله سفاروف مطمئن است که کمونیست‌ها در انتخابات گذشته از ایده نو تنقیسی داشتند. کمونیستان باز هم با ایده و کادرهای کهنه پیش رفتند. حتی چنین هم شد که بعضی از اعضایان این حزب و نامزدها از حزب مخالف که از نامزدهای حزب خودشان بیشتر معروفند آواز دادند. شکست حزب نهضت اسلام به چی ربط دارد؟ با این سوال کارشناسان جوابهای مختلف دارند. بعضی از سیاستشناسان میگویند که سبب شکست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با مبارزه پیش از انتخاباتی ربط دارد. هنوز قبل از آغاز رای پرسی در وسایل اخباری عموم موادهای زیادی تنقیدی نسبت نهضتی ها نشر و پخش گردیدند که باعث کاهش دادن اعتقاد و دستگیری میان مردم گشت. اکنون تحلیلگران از تغییرات در حزب حدس میزنند و حتی از پراکنده شدن حزب سخن میرانند.
Коршиноси Мустакель Равшан Абдуллоев Мутмаинаски Кор Тобаин Дараджа намерасад. Государство будет заинтересовано. Фикр мекунам давлат дар дастгири хизби назати исломи манфия дорад. Зеро кор кардан бо куваи сиёси расман этироф шуда назар ба нерӯи пинҳони осонтар аст. بله احتمالاً از جانب حزب نهضت اسلام یگان اظهارات داده شود اما برهم دادن این حزب از احتمال دور است زیرا من فکر میکنم در حزب نیروهای سازنده وجود دارند که در پابرجا بودن حزب و فعالیت آن در دایره های قانونی استادگری خواهند کرد بهای ناظران به نتیجه انتخابات مختلف است نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا به نورسایی ها و مشکلات در حساب کنی و وازهای شورا کردند با وجود اسامبلیه پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا این انتخابات را اعتراف کرد اما ناظران سازمان همکاری شانگهای و کشورهای دولت‌های مستقل برعکس با آمادگی خوب و در سطح بالا گذشتن انتخابات اشاره کردند چون این اختلافات در بهاگذاری انتخابات در تاجیکستان از جانب کارشناسان و ناظران خارجی برای کشور ما شکل عنعنوی را گرفته است گزارش را گلین فسخودینوف از شهر دوشنبه آماده کرد این بود آن چیزی که می‌خواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و سوهی بریتانیا آماده شده بود. با شما بودم من، فرزانه عبدالفیض. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما می‌توانید در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و می‌خویم در همین وقت روی همین موضوع و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.